یک چگونه میتوان با استفاده از وسایل نقلیه سازگار با محیط زیست از میزان آلودگی هوا کاست. این موضوع بحث کنفرانس جهانی بود که با حضور سران شرکت‌های بزرگ حمل و نقل در پایتخت ترکمنستان برگزار شد. اشخاباد پایتخت ترکمنستان میزبان نخستین همایش جهانی حمل و نقل پایدار بود. نگرانی اصلی کارشناسان در این کنفرانس این بود که چگونه میتوان از آلودگی‌های ناشی از وسایل حمل و نقل روزمره کاست. ما به خاطر مردم، فرزندان و نسل‌های بعدی در اینجا جمع شده‌ایم. دستیابی به حمل و نقل پایدار برای تحقق چشم‌انداز جهانی امن و سالم برای همه ما لازم است. کارشناسان میگویند که حجم بالایی از گازهای گلخانه‌ای در اثر استفاده از سوخت‌های فسیلی منتشر می‌شود. به همین دلیل هم دولت‌ها باید رانندگان خودروها را متقاعد کنند تا از خودروهای برقی قابل شارژ استفاده کنند. نروژ کشوری است که بیشترین تعداد پارکینگ‌های مخصوص شارژ خودروی الکتریکی را دارد. کسی که در اسلو پایتخت نروژ یک خودروی برقی دارد مجبور نیست برای شارژ آن در صف‌های طولانی منتظر بماند. مالیاتی هم که به این خودروها اختصاص می‌یابد بسیار کم است. در نتیجه استفاده از خودروی برقی در نهایت از نظر اقتصادی هم مغروم به صرفه است. استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی هم نقش مهمی در مقابله با آلودگی محیط زیست دارد. مدیر کل اتحادیه بین‌المللی راه آهن می‌گوید که قطارهای برقی شهری از بقیه وسایل حمل و نقل عمومی با محیط زیست سازگارترند. ترن‌های الکتریکی از انرژی پاک استفاده می‌کنند. البته بستگی به این دارد که برق آنها از منابع پاک تأمین شده باشد یا خیر. بزرگترین نیروگاه حرارتی خورشیدی جهان در مراکش قرار دارد و این می‌تواند منبعی برای تأمین انرژی قطار باشد. نمونه‌های دیگر هم در جهان وجود دارد. من مطمئنم که ترکمنستان با وجود نور خورشید می‌تواند نیروگاه‌های حرارتی خورشیدی را توسعه بدهد و انرژی قطارهای برقی را تأمین کند. حمل و نقل پایدار نیاز به سرمایه گذاری دارد. طبق گزارشی که در ماه اکتبر منتشر شد، حمل و نقل سبز به سرمایه گذاری سالانه حدود 2 تریلیون دلار نیاز دارد. کشورهای در حال توسعه باید 3% تولید ناخالص داخلیشان را به زیرساخت‌های مورد نیاز حمل و نقل سبز اختصاص دهند و منابع مالی دولتی یا بین‌المللی کافی نخواهد بود. بنابراین ما به بسیج بخش خصوصی نیاز داریم. استفاده از حمل و نقل سبز در آینده منجر به صرفه‌جویی در مصرف سوخت و همچنین کاهش هزینه‌های عملیاتی هم خواهد شد.